سلام دوستان، خب تو این ویدیو ما میخواییم در خصوص مجموع دادایی که یه سری اعداد گم شده یا سطرهای خالی دارن با هم صحبت بکنیم و ببینیم اونا رو چطوری میتونیم حذفشون کنیم. ما دو تا راهکار واسش داریم. راهکار اول استفاده از خود ابزارهای اکسل هستش که راهکار یه مقدار سختری هست و یه راهکار دیگه استفاده از افزونه اکسترای دیاکو هستش که ما توسعه دادیمش. خب اول به صورت خیلی کوتاه بگم اگر بخوایم این کارو تو اکسل انجام بدیم چه کاری باید بکنیم. ما اول باید اینو فیلتر بکنیم، این فیلتر رو بذاریم، بعد بیایم قسمت‌های خالی رو نگاه کنیم. الان اینم نشناخته، خب خالی‌ها رو نشناخته، امتی‌ها رو نشناخته. خب حتی با فیلتر هم به راحتی نمیتونیم این کارو بکنیم. من کنترل زد میکنم، کل این رو اول باید بگیرم به جدول، حالا تبدیلش کنم. از طریق جدول راحت تر باز میشه این کار رو کرد. بعد میام اینجا بلنک ها رو انتخاب میکنم و بعد ریمووشون میکنم. ناکره حتی این موردم چون خالی نداره، فقط یه سطر خالی داره البته، بخاطر همین میخوام دلیتش کنم. بعد بیام اینجا کلیک راست کنم و دلیتشون میکنم. این یه راهکارش هست. و همچنین مثلا من اینجا الان علامت سوال دارم به ازای یه سری اعداد، خب اینو چطوری میتونم مثلا جایگذاری کنم؟ یا علامت سوال ها رو فیلتر بکنم، به جاش عدد گذاری کنم، یا اینکه از کنترل H استفاده بکنم برای ریپلیس، بگم آقا بیا به جای علامت سوال هر جا علامت سوال دیدی مثلا عدد بذار، مثلا عدد 12 بذار یا هر چیز دیگه. ولی آپشن خاص دیگه ای نداره که من بخوام این کار رو انجام بدم، مثلا میانگین بذارم واسهشون. خب فقط میتونم جایگذاری کنم. خب این روش اکسل هستش که یه مقدار دست ما رو میبنده و سختم هستش، به خاطر اینکه تعداد سطر اگر خیلی بیشتر باشه این کار زمان بیشتری میبره دلیت کردنش و خب کار ساده نیستش. من کنترل زد میکنم، میبرم به حالت اولیه که بود. حالا میخوام از افزونه اکسترای دیاکامون استفاده کنم که افزونه جانبی داره. برای این کار من میتونم از کلین دیتا استفاده بکنم. اگر از قبل مجموعمون سلکت شده باشه اینجا واسه تون میاره، اگه نه میتونم بیام اینجا و دوباره سلکتش بکنم. اینجا میتونم سلکتش بکنم. حالا اینجا من یه سری سرچ کاراکتر دارم، مثلا اینجا به صورت پیش فرض گفته سلول هایی که خالی باشن، یعنی اگر یه سلول خالی ببینه، حتی اینجا سلول خالی ببینه، یه عملیاتی که من انتخاب میکنم و برام انجام میده. حالا میتونم سرچ کاراکترامو عوض کنم، مثلا بگم آقا اگر اسپیس داشتم، یعنی اینا خالی نیستن، توشون یه دونه فاصله هست، دیده نمیشه اون فاصله ها مگر اینکه دابل کلیک کنیم و مثلا نگاش کنیم. مثلا من میام الان اینجا دابل کلیک میکنم، یه فاصله یه اسپیس میدم. خب الان اینجا من سلول خالی دارم تو اینجا، ولی این یکی اسپیسه، می‌بینین اینجا هم قابل سلکت هستش. خب و بخوام اون رو حذفش بکنم، حالا من اینو دلیت میکنم چون میخوام امتیار رو حذف کنم. پس این واسه اسپیس بود، من اینو بزنم. خب حالتهای دیگه هم داره، مثلا اگر سلول شامل مثلا آی آر بودش، هر کدوم که آی آر داشت، مثلا آی آر اس ستوسا رو بخوام دلیت کنم، هر کدوم که آی آر داشت رو، البته اینا همشون آی آر دارن، هر کدوم مثلا ستوسا داشت رو فقط دلیت بکنه. من میخوام کلا ستوسا رو دلیت بکنم یا جایگذاری بکنم به یه چیز دیگه. پس اونایی که مؤصل حاوی ستوسا هست، این قسمت آخر ستوسا هست رو میتونم سرچ کنم و پیدا بکنم، یا اینکه کلا سلول مساوی آی آر ستوسا بذارم و فقط آی آر ستوسا رو پاک بکنم، که اینجا میتونم بنویسم دیگه، مثلا ستوسا بنویسم. ببینید به بزرگ و کوچیک بودن حروف هم حساسه، باید اینجا بنویسم ستوسا با حروف کوچیک، بعد میاد فقط ستوسا ها رو پیدا میکنه دیگه، آی آر رو کاری نداره. ولی اگه بنویسم حتما سلول مساوی این باشه، دیگه حتی این آی آر ستوسا ها رو هم پاک نمیکنه، مگر اینکه به صورت کامل بنویسمش، که حالا مثلا من یه سری علامت سوال دارم اونجا، این رو تو اون میبینید. خب میخواییم سلولای خالی رو توی این مجموعه داده، توی این بازه بیاد ریموو کنه، کل سطر رو، یعنی سطر 7 رو پاک بکنه، سطر 13 رو پاک بکنه.
من میتونم ریموو کالم بذارم، یعنی مثلا اگر اینجا یه دونه سلول خالی پیدا کرد کالم A پاک میشه، حالا میاد اینجا مثلا سلول ایرم پیدا میکنه خالی، سلول ایم پاک میشه. خب دیگه ستونی رو نخواهیم داشت که سلول خالی داشته باشه تحت این شرایط. خب این دوتا واسه حذف کردنه که حالا من اولیش رو میبینم، میخوام این سطر خالی رو حذف کنم، مثلا ران اپریشن رو میزنم، بعد با منتظر بشم تا این مسیج دان رو ببینم و بگم چه تعداد در واقع سطر رو اینجا، حالا سلولایی که پیدا کرده چون سطر رو پاک کردیم، هر یه سطر رو داره نشون میده چه تعداد سطر رو پاک کرده، و بعد از دیدن این مسیج اوکی رو بزنم و میبینم که سطرهای من اونایی که حداقل یه سلول خالی داشتن پاک شدن. خب یه مورد دیگه هستش، مثلا من اینجا علامت سوال دارم، خب به جای علامت سوال ها میخوام یه سری عدد بذارم یا اینکه میانگین رو بذارم. من الان کل مجموعه ام رو سلکت کردم، دوباره کلین دیتا رو میزنم، اینجا کارکتری که میخوام در واقع پیدا بکنه، یا میتونم کانتین رو بزنم، یعنی اون سلول شامل علامت سوال باشه. حالا اگر مثلا تو این IR ستوس ها هم علامت سوال یه موقعی بود، اون تغییرات من رو اعمال میکنه، یا اینکه کلن سلول برابر باشه با علامت سوال، یعنی بیشتر از علامت سوال نداشته باشه. خب حالا میتونم انتخاب بکنم اون سطر رو پاک بکنه، ستون رو پاک بکنه، یا اینکه با میانگین سلول قبلی و بعدی جایگذاری کنه، یعنی قبل و بعد رو میبینه و به جاش میانگین میگیره میذاره اینجا. توجه کنید تو این حالت چون اعداد من هر یه ستون مربوط به یه مجموعه از داده ها هستش، من نباید قبلی و بعدی رو با هم دیگه میانگین گیری بکنم، باید بگم بالا و پایینش رو میانگین بگیر بذار اینجا. تو این حالت این درست تره، پس پایینیش رو انتخاب میکنم، یعنی باید میانگین 3 و 3 و 4 دمام رو بگیره بذاره به جای این علامت سوالی که توی سطر 27 دم هستش. در نظر بگیرین اگر من اینجا علامت سوال داشتم چی؟ دیگه سطر بالایی نداره، به خاطر همین اینجا علامت سوال داشتم، همون علامت سواله رو میذاره دیگه، نمیتونه کاریش بکنه چون میانگین نمیتونه بگیره از بالاییش چون متنه. همینطور آخریش هم چون بعدش دیگه چیزی وجود نداره، اگر علامت سوال باشه دیگه نمیتونه میانگین گذاری بکنه. خب من پس میتونم میانگین بگیرم تحت این شرایط. پس اینو اگر من ران بکنم اینجا اوکی میکنه، دوتا سلول پیدا کرد، دیدیم 27 میانگینش رو گذاشت. حالا اگر من اینجا علامت سوال داشتم چی کار میتونم بکنم؟ یا اینکه مثلا آخرش علامت سوال باشم، گفتم میانگین نمیتونیم بگیریم دیگه، چون برای میانگینیم به حداقل به دوتا عدد نیاز داریم. اما یه حالت دیگه ای داره، این هستش که من میتونم جایگذاری کنم با هر چیزی که دلم میخواد. مثلا اینجا ریپلیس ویت رو بذارم، مثلا با عدد 2 22 یا هر چیزی با A اونو جایگذاری کنم. خب یه روشش اینه. یه روش دیگه این هستش که من بگم از سلول بالاییش استفاده کن، چون اینجا سلول بالاییش مت، نمیتونم بگم از سلول پایینیش استفاده کن، میتونم بگم از سلول کناری روبرویش استفاده کن یا سلول پایینی. پس این میشه سلول قبلی، حالا اشتباه گفتم، این سلول قبلی یعنی 5 1/10، سلول بعدی یعنی 1 4/10 اینجا میذاره، سلول بالا یعنی متن رو میذاره، سلول پایینیش یعنی عدد 3 رو میذاره، که چون اینجا من یه دونه اینجا سطر اول هستش، واسه این یکی use below cell بهتر هست و ران میکنم، و یه دونه سلوله که 3 رو با 3 میبینین اینجا گذاشت واسه من. خب دیگه این کلین دیتا در واقع نکته دیگه ای نداره و تمام چیزاش فقط این هستش که سرچ کارکترتون رو تعریف کنی و بگین چه عملیاتی باید روش انجام بشه. ممنونم از توجهی که داشتین، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.